برگشتم خودم شدم. آن طبیب کجاست که ما را برگردانه به سوی خودمون و خودمون بشیم و از این 2000 من مای مزورانه برگردیم به اون خانه خودمون، به شهر خود رو و مشهریار خود باشم. اون شهر خودمون رو پیدا بکنیم و شهریار خیشتن باشیم. اینهایی که گزارش میدیم که ما نیستیم، بعد باورمون میشه. به قدر اون شخصیت دوم رو خودمون ساختیم، بعد باورمون میشه که خودمونیم. مثل مولا نصرالدین بچه ها رو گفت که گفت فلانجا دارن آش میدن، همه داشتن میدویدن برای آش خوردن، خودش هم دنبالشون دوید، گفت تو کجا میری؟ گفت شاید راست باشه، چون گاهی اوقات دروغ به قدر میدان جدی میشدن باورش میشه و خود از دیگران سبقت میگیره. ببینید چقدر انسان متزلزله و چقدر حساسه. میگه سعی کنید که در اون شخصیت اولیتون متمرکز باشید، بازی بازی هم برای خودتون شخصیت دوم بسازید، یه دفعه میبینید شخصیت دوم اومد شما را تصرف کرد، شده دیوانه. دیوانه کسی است که شخصیت دومش بر شخصیت اولش رجحان پیدا بکنه. اینو میگن مجنون، دیوانه، ایلینه شدن. مثلا اون راننده تاکسی رو مرحوم شریعتی میگفت، میگفت می‌خواست از رستوران از بخشش بره به رستوران وسطا، یه دفعه موند، گفتن که چرا نمیری، گفت بنزین تمام کرده. بعد آوردن دو تا بیسکویت دادن این خورد تا رستوران خودش رسید، چون این در تاکسی دیگه مست شده. نه تنها در شخصیت دوم، در آهن مست شده، احساس کنه تاکسی که داره راه میره باید بنزین بخوره و راه بره. یا همون گاو مشتسن، این دیگه گاوه، میگن مشتسن، میگه من گاو مشتسن هستم، این مست شده. یا جلسه پیش گفتم چارل چاپلین، فکر میکنه که آچاره، دوستش میگه حالت چطوره، دماغشو پیچ میده. این مست شدنه و به زودی و به سرعت انسان این تنوع وجودی رو پیدا میکنه. و هر کدوم از ما خودمون رو بررسی بکنیم، ببینیم چند تا از این شخصیت ها داریم، دیگران را متناسب با اون آچار خودمون و با اون علاقه خودمون میبینیم و باور خودمون میبینیم و محدودی فکر خودمون آدم ها را مورد داوری قرار میدیم، چون آن شده ایم، ما از خود بیرون میاییم. لذا میگه که تاز غیرت از تو یاران نسکلند، زان که آن خاران عدو و این گلند. دوستانی که میان با شخصیت دوم شما دوست میشن، با شخصیت اول شما دشمنن، چون بین شخصیت دوم شما و شخصیت اول شما تفاوت زمین تا آسمانه. وقتی دیدید با شخصیت دوم شما کسی درآمیخته، بدونید که با شخصیت اول شما مشکلن. لذا شما مجبورید رازدار باشید که شخصیت اولتون فاش نشه. اسپند اوت که بر آتش می‌ریزن، دیدید وقتی اسپند بر آتش می‌ریزید جرینگ جرینگ می‌ترکه و صدا میده، میگه دشمنانتون رو بریزید تو آتش، یعنی نگذارید میدانی برای دشمنهای خیالی شکل بگیره. ورنه آدم‌هایی هم که با شما دوستن دشمنن، چطور آدم‌هایی که با شما دوستن دشمنن؟ چون میدونید که این آدمی که با شما دوسته با اون شخصیت علکی شما دوسته و شخصیت اول شما اینو دشمن میدونه، چون با شخصیت دوم شما این ارتباط حقیقی، ارتباط قوی پیدا کرده، شخصیت اول شما با این دوست دشمنه. لذا اون دوستی که با شخصیت دوم شما ارتباط پیدا کرده همیشه در خطره. برای همین است که خیلی دوستی ها آخرش به قتل میانجامه، به فاجعه میانجامه و به خیانت میانجامه. در شخصیت دوم ما اون شخصیت اول احساس حرمان میکنه، میبینیم که مثلا من یک دهاتی فاقد معلومات اومدم تو شهر، با چند شگرد شیطانی خودم رو کسی معرفی کردم که اون نیستم. بعد اون چی که خودم رو معرفی کردم چند تا دوست پیدا کرد، بعد این دوستان بر اون نقش دهاتی من پوزخند میزنن، بر این نقش دوم من احترام میزنن. بعد من میرم که حقیقت من زیر پای اینها داره لگد میشه و شخصیت دوم من رو اینها احترام میذارن. هرگاه اینها از شخصیت پوشالی دوم من به شخصیت اول من برگردن، منو ترک میکنن. حداقل اگر کتکم نزنن و نابودم نکنن، منو ترک میکنن. لذا براش همیشه نقشه دارن. کسانی که با شخصیت دوم دوست میگیرن همش برای دوستانشون نقشه دارن، همیشه نقشه دارن. برای همین است که ازدواج ها همه با نقشه پیش میره،
هر کدوم یک توان به دست میگیرن، هر کدوم یک شگردی در اختیار دارن که بجا استفاده بکنن، آلترناتیو های رفتاری که بجا به کار بگیرن. چون با شخصیت دوم پیش آمدن، هرگاه شخصیت اولشون افشا شد، اون شگرد رو باید به کار بگیرن، اون شگرد رو به کار بگیرن. برای همین است که 2000 من و مای مولانا یک دفعه با وجود شمس، کسی بیاد یک دفعه برهنگی ما رو ببینه، اوریانی ما رو ببینه، ببینه که ما اوریانی، آن نهایت اوریانی ما رو ببینه. اون نهایت اوریانی زیبا هم هست. یه داستانی مولانا داره، در فرازهای آخر صحبتم میگم. مرد لافی داستانی است تحت همین عنوان، حکایتی است تحت همین عنوان. مرد گرسنه ای که آدمی گرسنه دوست داره سیر باشه، چون دوست داره سیر باشه سعی میکنه که از اون سیر بودن خودش تصویری را ارائه بده، یعنی اون چی که آدم دوست داره باشه از اون شخصیت درست بکنه. آدم فقیر دوست داره غنی باشه و از غنای خودش یه شخصیت میسازه، سعی میکنه یه لباسی برای خودش درست کنه، یه کفشی و یک یال و یک کوپال ظاهری درست بکنه، بگه من همون غنی هستم. یعنی آنچه که دوست دارم باشم آن را نشان میدم، یعنی از اون فضا برای خودم شخصیت میسازم. این مرد لافی آدم گرسنه‌ای بود، فقیری بود، زن بچه‌اش در تنگنا بودن، مشکل داشت و در این مشکل همش خیال پروری میکرد برای اینکه آدم غنی چجوریه، سفره‌اش چجوریه، غذاش چجوریه. مدام تو این تصویرها حضور پیدا میکرد. بعد یواش یواش یک تیکه چربی پیدا کرد، دنبه. این دنبه رو میمالید توی سیبیل های خودش و صبح میومد توی یک پاتوقی که مردمان در اون پاتوق مثل قهوه خانه جمع میشدن، شروع میکرد برای اینها صحبت کردن که من دیشب سفره‌ای باز کرده بودیم از انواع قوت و لوت و غذاهای گوناگون، کباب بره و کباب مرغ و چیه و بریان و فلان، همه اینها را به قدری قشنگ، چون گرسنه بود قشنگ میچید، چون در نهایت گرسنگی آدم تصویرسازی هاش عالی میشه، چون آدم سیر میخواد به هر حال توجهی نداره به این مسئله زیاد. این نهایت گرسنگی به قدری قشنگ بیان میکرد، همه گوش میشدن و به صحبت های او گوش میدادن. بعد همیشه منتظر بودن که این صبح هنگام بیاد از غذای دیشبش و شام دیشبش و سفره قوت دیشبش برای اینها دوباره داستان بگه. هر روز صبح میومد و مردم رو مشغول میکرد، از سفره رنگین خودش برای اینها گزارش میداد، تا یک روز صبح هنگام که در سخنرانی قرایی در اوج کلام بود و در اوج احساسات از انواع کباب بره ها و نمیدونم غذاهای گوناگونش صحبت میکرد، یه دفعه بچهش در قهوه خانه را باز کرد، گفت بابا اون دنبه ای که هر روز صبح سیبیلت چرب میکردی گربه اومد اینو برد. این سیبیلاش نشان میداد، میگفت اینم نشانه است که آدم یه نشانه هایی هم پیدا میکنه، میگه من آدم خوشبختی هم، این کراوات من هم نشانه شد. گفت اونو برد. این مرد شرمنده شد، یعنی دیگه هیچ توجیهی نداشت جز اینکه به شخصیت حقیقی فقیرانه خودش کاملا فرو بیفته. یک دفعه یک خبر بچهش پاشید این رو. وقتی اونجا اومد، مردمانی که صحبت‌های گرم اون رو میدیدن، دیدن که این چنان مستأصل شده در اون شخصیت اولش، شخصیت اولش قشنگتر از اون سخنرانیش، چون در نهایت صداقت یک دفعه تجلی کرد اون شخصیتش. کسی که ادعاهای بلندی داشت سفرش قشنگ بود، حالا خودش قشنگ شد. قبلا خودش زیبا نبود، فقط اون سفرش رو قشنگ تعریف میکرد و مردم شیفته اون سفره بودن. وقتی برگشت اینجا منفعل شد، شرمنده شد، برگشت به خودش، همه دیدن که خودش زیباست و به خودش دل بستن. فکر نمی کنی که ما خودمون قشنگتر از نمودمون هستیم و دلنگیستر از اداهامون هستیم و اطوارمون هستیم؟ که اگر حادثه‌ای باعث باشه ما به خودمون برگردیم، به تعبیر مولانا دود پراکنده بشیم، دودمون خوشبو و عطر دلنگیزی است. بوی خودمون نمیاد، اصلا ما بوی خودمون رو در حقیقت
بوی انسان بوی خداست. هیچ وقت ما بوی خودمون رو نمیشنویم. به قدری بوهای دیگه زده ایم. از دروغ و نیرنگ و کلک و دسیسه و نمایش و اطوار اون بوی خوش آدمی مشام نمیرسه. به قدری که ما باید خودمون رو تو آسمان ها بجوییم، به تعبیر حافظ آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. خب من این صحبت ها رو اینقدر اطاله میدم، یک زیان دیگری هم که داره هم خانم عطایی رو خسته میکنه، بعدن هم خودم باید اینها رو ویرایش بکنم. هر اندازه کوتاه صحبت بکنم، علاوه بر این که اینجا در حقیقت کمتر خستگی برای شما و خودم ایجاد میکنه، تالی کار هم سهولت پیدا میکنه. امیدواریم فرصت های دیگر بحث ها را به ایجاز و در این حال به مدد روح مولانا با یک املاء معنوی ادامه بدیم. چند بیت بعدن خواهیم خوند، میرسیم به داستان و حکایت دیگری که حکایت دلنگیز و نغز و در حقیقت دارای ظرفیت های زیادی است که از ما می طلبد اون ظرفیت ها را املا بکنیم. دزدیدن مارگیر، ماری را از مارگیر دیگر، که بسیار پرمعنا و نغز هست که در انتظارش برای هفته دیگر می نشینیم. Thank you.